عبدالرضا احمدی، پژوهشگر مدیریت اقتصادی از فرانکفورت با ما هستند. آقای احمدی، ارزیابی شما چی از این رسمی شدن تهاتر و نقش آفرینی دولت، بانک مرکزی و سایر رهاهای رسمی در این زمینه؟ بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. ببینید، حالا رسمی شدن که خب مدت ها بوده این شیوه، و مسئله اینجاست که وقتی در هر کنش اقتصادی طرف قضیه دولت باشه، همیشه میشه انتظار در واقع عواقب بر مردم ازش. حالا دیگه به خصوص که این دولت و این حاکمیت در واقع متعلق به جمهوری اسلامی باشه، که همونجور که خبر قبلیتون هم بود، در واقع یه نمیدونم تروریست قاچاقچی مثل سلیمانی ساک به دست پول این برانور میکرد برای اینکه یه سری حالا منافع ایدئولوژی اقتصادی یه حکومت رو برآورده کنه. به همین خاطر کلن این قضیه رو من خیلی راهکار نمیبینم، چون توی ایران حکومت ایران همیشه مشکلی داره، اینه که یعنی مشکلات رو همیشه تبدیل میکنم به واقعیت، بعد اینو تبدیل میکنم برای راهکار درست کنم. اصلا تهاتر و این شیوهی که حالا اینا مدعی هستن که میتونه یه راهکاری باشه، اصلا نشانه میگیره اصل داستان رو که چرا باید مملکتی در واقع برای تجارتش کالا بیاره، اونم نه در بازار رقابتی. یعنی شما به عنوان یه حکومتی که فقط مواد خام میفروشید برید تو بازار، و اونم نه با هر در واقع تولید کننده ای، با یه سری تولید کننده ها بیای یه سری کالا رو پایا پای بگیری، خب در نهایت نتیجهش میشه برد طرف مقابل و از بین رفتن اعتبار یک کشور. برای خاطر من خیلی خوشبین نیستم که درش یه برد آلا اقتصادی برای مردم. آقای احمدی، این اعلام رسمی استفاده از رمزارزها و سامانه اتریوم هم برای معاملات خارجی مطرح شده. اتریوم مصخایی میکنم، اشتباه گفتم. این موضوع چه عواقبی میتونه داشته باشه برای تجارت خارجی ایران، و به فساد پذیر هست این ماجرا به باور شما یا نه؟ بله، از البته خب توی این خبر خودشون هم میگن که ما در واقع یک وسیله انتقال، نه وسیله خرید. چون دیگه میگم یه طرف داستان اینه که اون شرکتی که داره حالا یه محصولی رو میده، بعد اصلا اینو بپذیره، این دارایی رو، این ارز دیجیتال رو بپذیره، که خب طبیعتا در شرایط فعلی وقتی به سرای جهانی برای این قضیه نیست، معمولا شرکت های بزرگ اصلا نمیپذیرن اینو. در ایران هم الان بانک مرکزی بحثش اینه که ما در واقع بیایم پول رو منتقل کنیم از این شیوه، حالا احتمالاً در کشور دیگه به واسطه یک بانک خصوصی ایرانی یا به واسطه این شرکت‌های شبه دولتی، اینا رو تبدیل کنن دوباره به ارزی که اون در واقع گیرنده بپذیره. چون اینطور نیستش که فقط حالا جمهوری اسلامی تصمیم بگیره من چجوری مبادله کنم، بعد همه دنیا نشسته باشه نگاه کنه و بپذیره. ولی طبیعتاً ارز دیجیتال میگم به همین خاطر، یعنی در واقع به علت فساد پذیر بودنش و به خاطر اینکه اصلا هنوز در بحث جهانی پلتفرم‌های جهانی رو نمیپذیره به عنوان یک ارز، برای خاطر معمولا مورد پذیرش نیست و به نظر موفقیتی هم نداشت، یه جنبه شاید. ممنونم از توضیحات شما عبدالرضا احمدی، پژوهشگر مدیریت اقتصادی از فرانکفورت.